ورزشگاه آرارات سالهاست که در حد فاصله بزرگراه کردستان و خیابان سئول هر وقت که میگذریم میبینیم و به آشکار به اون بزرگی. اما متاسفانه در سالهای اخیر همینجور که فرمودین ما در تیم خوبی نداریم، تیم‌های خوبی نداریم و نمیتونیم در مسابقات لیگ‌های کشور شرکت کنیم. در گذشته تیم بسکتبال بانوان قهرمان یا نایب قهرمان کشور بودن، تیم فوتبال برای در لیگ استان تهران یا در لیگ شهر تهران یا در لیگ‌های کشور همیشه حضور داشتن و ما ورزشکاران، فوتبالیستا و بسکتبالیستای خوبی تقدیم تیم ملی کشورمون دادیم و الان هم در تیم ملی بسکتبال بانوان عزیزانی هستن که در زمانی در سنین جوانی و نوجوانی در باشگاه آرارات تمریناتشون انجام دادن. حالا چرا ورزشگاه آرارات تیم بسکتبال بانوان نداره، چرا فوتبال نداره؟ به خاطر بحث مالیه. متاسفانه ما از سوی دولت هیچ نوع کمک‌های مالی دریافت نمی‌کنیم. ورزشگاه‌های ما، باشگاه‌های ما بر اساس کمک‌های مردمی و خیرین اداره میشه. خب به تبع هیئت مدیره باشگاه آرارات الان خودش با منابع ما کسری منابع مالی مواجه هست و خودش رو با توجه به این شرایط و بحران اقتصادی که چند سالی هست، ما در این چند سال نتونستیم اون بودجه کافی رو داشته باشیم که بتونیم این تیم هامون رو احیا کنیم و به خاطر همین الان در لیگ های برتر در عرصه ورزش متاسفانه ارامنه کمتر حضور دارن. بهتون سر زدن که حال برای شما مجلسی هستیم بیان از شما بودجه بگیرن و تر موضوع بکنن، شما کمکشون بکنن. در دولت گذشته، حالا من تو این یک سال و چند ماهی که به قولی نماینده مجلس شدیم، ما موفق نشدیم با مسئولین وزارت ورزشون ارتباطات رو برقرار کنیم. الان با توجه به دولت جدید، دولت 13 حضور جناب آقای دکتر رئیسی و برنامه‌های ایشونی که دیدیم و صحبت‌هایی که داشتیم با جناب آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش، قول‌هایی گرفتیم مبنی بر اینکه یک بازدیدی داشته باشن از ورزشگاه و دغدغه‌هایی که در جامعه ورزشیمون هست مطرح بشه، قول مساعدت دادن و امیدواریم که حالا در دیدار و بازدیدی که در آینده نه چندان دور قراره در یکی دو هفته آینده برقرار بشه، ما بتونیم به یک نتایج خوبی برسیم که باز بتونن ارامنه باشگاه آرارات در لیگ‌های برتر حضور داشته باشه.